اضافه شما دستور داده شده عریضه که میخوایی برای امام زمان درس غیبت بگه بنداز به آب. دلیل داره کار ائمه، چون به هر کجا بندازی شایبه هست، نکنه کسی رفته برداشته، بده به آب، ببره آب. نامه ای که نوشتیم بذارش روی بندقه یه گل، بعدم به آب بسپر، به ما میرسد. آیه وقتام اگه قابل باشی جواب نامرم به تو میدهند، اگه لیاقت پاسخ کتبی نداشته باشی اجابتت میکنند. من همین دو سال پیش یک مشکلی برام در قم پیش آمد، خیلی حاد، خیلی خطرناک، خیلی پریشون شدم. وقت رفتم غسل کردم و بعد وضو گرفتم و یه دو رکعت نمازی خوندم و اومدم نشستم رو به قبله، عریضه نوشتم محضر امام عصر، ولی به هر جمله ای که می نوشتم تمام شراشر وجودم عشق می ریخت، قطع قطرات عشقم می ریخت رو کاغذ، نوشتم به محضر حضرت. و بعد وقتی خواستم اینه ببرم تو رودخونه بندازم، راستش در خودم یه همچه لیاقتی نمی دیدم. زنگ زدم به این آیاش حسن یوسفی که همتون می شنسینش، شیخ حسن یوسفی، به ایشون تلفن کردم گفتم شیخونا قومی گواره، گفتم یه عرضی دارم. گفت چیه؟ گفتم میخوام برم یه عریضه بندازم، من میخوام بدم به تو، تو بنداز تو آب، من خودم خجالت میکشم، بالاخره تو بیشتر از من سنگ امام زمان به سینه زدی تو این شهر مشهد، مخصوصا جوونی تو رو امام زمان گذاشتی، من شاید اینقدر مثل تو دم نزدم خاک تو سرم کنن. و گفت باشه میام. رفتیم دنبال عاشق حسن و رفتیم کنار یه رودخونه ای و شروع کرد یه توسله که باحالی، من خودش خیلی گریه کرد، دو نفری هم من خیلی گریه کردم و دادم بهش. خدا شاهده به امیر المومنین، به زهرایم، به صاحب امشب حضرت عسکری، معجزه‌وار اون پلنگی که میخواست ما رو به دراغ و به روح مقدس امام زمان به فاصله 3 روز بعد از اون عریضه که فرستادم منظر حضرت تو در رودخونه انداختیم باش خسن، 3 روز بعدش اون پلنگ وحشی مثل یک گربه رام اهلی شده بود مقابل من. فهمیدم این از برکت توسل به مهدی اهل بیته. و اصلا مسئله نام نگاری با امام زمان و ارتباط داشتن و کیفیت ارتباط در عصر غیبت، اینا هندسه شو همین امام حسن عسکری چیده برای من و شما، و الا شیعه بلد نبود دوران غیبت رو بفهمه چی کار باید بکنه. عمل کرده امام عسکری، نوع راهبری حضرت حسن عسکری سبب شده که تا امروز این همه مدعیان مهدویت بگیر از دوره شلمقانی و بیا جلو اونایی که مدعی سفارت بودن، به دروغ مدعی امامت بودن، تا برسه به علی محمد باب، تا امروز که این پوفیوز بیشرف زندیقی که به عنوان احمد البصری الیمانی خودشو پسر مهدی معرفی کرده، از این بامبولا شیعه خیلی دیده، ولی امام حسن عسکری و حضرت هادی سلام الله علیهما یه جوری هندسه شیعه رو ترسیم کردن که اگر شیعه اهل بیت به همون منهجی که امام عسکری خط کشیده دنبال سر خط امام عسکری بره، از تمام این موانع میتونه عبور بکنه به صراط مستقیم هدایت که همون اتباع از ائمه اثناعشره، میتونه برسه و راه نجاتش در همه ادوار تضمین شده است، به شرطی که شیعه امام عسکری باشه. اما اگه چموشی کنه و من در آوردی و سلیقه‌ای و آدمی باشه هر دفعه دنبال سر یه کسی را میفته، دوست داره مرید بشه و خرسواری بده. من گاهی گفتم در رفاقا، گفتم اگه یه وقتی هم میخوای جهنم بری، آدم یه وقتی میتونه سواری بگیره بره جهنم، یه وقت باید کولی بده بره جهنم، خب لااقل اگه بناشو جهنم بری خرسواری بگیر، یعنی خودت یه ادعایی بکن برو جهنم، لااقل سواری بگیر. اینی که به احمد یبانی، به علی محمد بابو، به این امامان قلابی که به عنوان مهدویت خودشون معرفی میکنن، این دنبال سر اینا بره جهنم، این سودش دو برابره. چرا سواری میدی به هر بی سر و پایی؟ چرا تصدیق میکنی به هر آدم لامذهبی؟ میگه شما امام ندارید، میگه شما صاحب ندارید، ائمه ما وظایف ما رو مشخص کردن.